بیننده های عزیز و گرامی، دوباره خوش آمدین. در این بخش برنامه جناب دکتر عبدالظاهر فقیری استاد کوانتون امروز در برنامه اسراریوا و در این بخش برنامه در کنار ما هستند و میخواییم در ارتباط به میلاد نبی کریم صلی الله علیه و سلم و پیامی که ما باید از زندگی، رفتار، اخلاق و گفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بگیریم و در زندگی خود همچنان پیاده بکنیم صحبت های جناب استاد رو میشنویم. خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر. سلامت باشید جناب استاد. چقدر خوبه که ابتدا یک مقدمه داشته باشین و یک مفهوم کلی از این روز مبارک همچنان داشته باشین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض احترام و سلام خدمت همه بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون جهانی اسلام و شما مجری عزیز و فرخنده. قرآن کریم چه زیبا نسبت به پیامبر اکرم علیه السلام می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شاید یک جمله ظاهرا به نظر ما برسه و یا کلمه اسوه یک کلمه باشه، اسوه حسنه دو کلمه باشه، اما مفهوم ای یک مفهوم خیلی وسیع، یک مفهوم بزرگ در واقع هست که می توانیم از این اسوه حسنه تمامی مسائل مربوط به زندگی انسانی و بشری را در واقع کسب بکنیم. چیزی باست که میلاد رحمت ما برای یک روز، برای دو روز، برای پنج روز نداشته باشیم. شکی نیست به لحاظ تاریخی روزی که پیامبر تولد شده یک روز بوده، دقیقا در همین دوازدهم ربیع الاول بوده، اما واقعیت امر اینه که بعد از تولد پیامبر دیگر این تولد برای یک روز باقی نمانده. چرا؟ به خاطری که به اثر تولد پیامبر و به بعثت پیامبر و مکتب پیامبر روزانه انسانهای مؤمن شدن، ایمان آوردن، وارد مکتب پیامبر شدن. و این چی مفهومی رو میرسانه؟ این مفهوم رو میرسانه که این تولد همه روزه بوده، تا به امروز هم ما روزانه تولد داریم. امروز هم او کسی که 40 سال، 30 سال، 35 سال زندگی خود با یک فکر و اندیشه و دین دیگری سپری کرده و امروز میآید و کلمه عرض میکنه و مکتب پیامبر را انتخاب میکنه به عنوان رمز پیروزی انسانی و بشری، یعنی چی؟ یعنی اینکه متولد مجدد میشه، یعنی اینکه دوباره تولد میشه. پس بنابراین خیلی زیباست که ما در تمام عمر خود تولد پیامبر از این دریچه و از این مفهوم که این تولد یعنی ایجاد یک مکتب، یعنی به وجود آمدن یک فکر وسیع جهانی، یعنی ایجاد یک قانون بزرگ اساسی در زندگی دنیوی و اخروی، با چنین مفهومی چیزی به نام میلاد در ذهن خود داشته باشیم خیلی زیبا خواهد بود و مؤثر و مفید خواهد بود. و تا اینکه برای یک روز فقط به ذهن ما میلاد پیغمبر باشه، در وصف پیغمبر در واقع ما صحبت بکنیم و 360 روز و کمتر و بیشتر دگر هم دگر فراموش ما بشه. دقیقا این میلادی نیست، ایجاد یک سلامتی روح و روان برای بشریت هست. یعنی ما وقتی که او جهالت قبل از اسلام رو متوجه می شویم و پیامبر با تولد خود و بعد از آن با بعثت خود و با پیامهای زیبای الهی که می آوره، این جهالت تبدیل به نورانیتی میکنه، این جهالت را تبدیل به هدایتی میکنه، این جهالت را تبدیل به یک زندگی مسالمت آمیزی میکنه که دیگر هیچ چیزی انسانها را در مقابل یک دیگر قرار نمیده. بله، مقدمه بسیار خوبی داشتین جناب استاد. میخوایم که درباره شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امروزه سخنانی که شاید خیلی از دوستانی که همین لحظه برنامه ما رو میبینن شاید کمتر شنیده باشن و یا هم اگر شنیده باشن دقت نکرده باشن، درباره شخصیت این بزرگوار صحبت‌های شما رو شنید. فراموشتان نشه جانم که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به اندازه شخصیتشان وسعت داره و در واقع
جنبه های متعددی داره که دقیقاً با چند دقیقه برنامه شما اصلا نمی گنجه که ما بتوانیم بیاییم از پیامبر رحمت بگوییم، بیاییم از پیامبر خوبی ها بگوییم، از پیامبری بگیم که روان مار، فکر مار، اندیشه های مار، زندگی مار، فرهنگ مار، اجتماع مار، عقیده مار، همه چیز مار تغییر داد. پس چنین پیامبری با این دقایق کوتاه در واقع نخواهیم توانست که به ابعاد مختلف و متعدد شخصیتی پیامبر بپردازیم. ولی واقعیت امر اینه که پیامبر با بعثت خود متحول میکنه نه تنها عرب جاهلی آن زمان بلکه جهان بشریت. یعنی وقتی که پیامبر گرامی ما میآید با اندیشه های زیبای فکری و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی چیزی از زبان قرآن که به نام در واقع وحی آشکار و جلی است و چیزی از زبان خود پیامبر که همانا هم آنچه که میگوید از خدایش است، از پروردگارش است، متحول میشه این دنیا. یعنی من با عنوان امت پیامبر یاد میگیرم که چگونه با همسایه خود، با اقوام خود، با دوستان خود، با هم نوع خود برخورد بکنم و صحبت بکنم. یاد میگیرم که در اوضاع تربیتی خانواده و اولاد و فرزندان چگونه رفتار بکنم. یاد میگیرم که عبادتم چگونه باشه. یاد میگیرم که اقتصادم چگونه باشه. حلال و حرام چی معنا داره. یاد میگیرم که از کجا به دست بیارم، به چی جایی استفاده بکنم. توجه کردین وقتی که این ابعاد ما میاییم از این مکتب زنده شاد عصری و بروز پیامبر در واقع یاد میگیریم، معنا اینه که ابعاد زندگانی پیامبر آنقدر وسیع بوده، آنقدر گسترده بوده که اصلا ما به عنوان یک پیرو عادی و ساده و جزئی پیامبر هم چنین تصوری را کرده نمیتوانم. از طرفی من را کنار بگذارید که امتی پیامبرم، من را کنار بگذارید که حداقل فردی از مکتبداران این نبی و این مکتبدار جهان اسلامم. غیر مسلمانی که امروز مکتبدار پیغمبر نیست، غیر مسلمانی که امروز پیرو و مکتب پیغمبر نیست، شما فرسان کنید محمد صلی الله علیه و سلم میگه انسان نیکی بوده، انسان شایسته ای بوده. شما میبینیم که در انگلستان یک تاریخ نویس می آید صد مرد برتر و با نفوذ تاریخ انسانیت را به معرفی می گیره با وصف که خود او مسیحیه، ولی میگه اولین فردی که بیشترین نفوذ را توانست در قلب انسانیت ایجاد بکنه که اندک خدمتی که انسان ها می کنن به خاطر او جان می دهن کیه؟ شخصی به نام محمد عربی. خودش مسیحیه ولی در مقام سوم عیسی مسیح هر میاره و لحاظ نفوذ انسانی و نفوذ تاریخی در این مسیر طولانی در واقع انسانیت و بشریت. پس آنگاهی که ما به عنوان امت پیغمبر جبهات مختلف و جهات مختلف پیغمبر میایم با عرصه های مختلف زندگی وفق میدم و او عرصه ها زیبا میشه، مفید میشه، جالب میشه و مقبول میشه، غیر مسلمان هم میایه از مکتب پیغمبرم ایمان نداره به عنوان یک پیام رسان، به عنوان یک انسان مفید روی زمین، به عنوان یک انسان مؤثر روی زمین در واقع میایه از او یاد میگیره، از او الهام میگیره، از کتاب او، از نوشته او، از حدیث او و در واقع از رفتارهای عملی او و از گفتارهای زیبا و شایسته او. معنا چیه؟ معنا اینه که پیغمبر در یک مقام شایسته و عالی قرار داره که زبان ما هرگز گنگ و لال خواهد بود که بتواند جهات مختلف زندگی ای پیامبر رحمت و نور در واقع چکار بکنه؟ صحبت بکنه و به بررسی بگیره. از طرف انسان کنار بگذارین، برین به قول پروردگار عالم، پروردگاری که او چه قسم توصیف میکنه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای بشریت میگه ما ای پیغمبر برای تو اسوه حسنه، ای بنده ایم، ای کسی که ما خالق تو هستم و تو مخلوق ما هستی، ما برای تو اسوه نیک،
اسوه یعنی چی؟ یعنی اینکه رهرو، یعنی کسی که ما بتوانیم از او تقلید کنیم، یعنی کسی که مسیر او را تعقیب کنیم، یعنی کسی که تقلید کنیم از او، پیشرو خود، پیشوای خود انتخاب کنین. پس ما برای شما پیامبر با عنوان اسوه حسنه یا همان پیشوای نیک قرار دادیم. این زبان کیه؟ این زبان بلاکیف رب ماست. از طرف دیگر و انک لعلی خلق عظیم، باز در وصف پیغمبر، در قسمت اخلاق پیغمبر، رفتار نیکو و زیبای پیغمبر، ای پیغمبر ما تو را با خلق نیکو، با اخلاق بسیار نیک و شایسته ما تو را چکار کردیم؟ خلق کردیم. از طرف دیگر میای پیامبر آنقدر صبور، آنقدر زیبا، آنقدر متحمل قرآن معرفی میکنه و چی میگه؟ میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیغمبر، اگر تو سنگدل میبودی، اگر قلب تو سنگ میبود، اگر تو رفتار، اخلاق و قلب نرم در مقابل دیگران نمیداشتی، همه از دور تو میرفتن، من حولک، از دور و بر و از حول تو، ما حول تو دور میشدن. اینا اوصافیه که الله متعال میآیه به پیامبر میده. توجه کنین، و در عین زمان وقتی که خود برای خود پیامبر خود چنین وصفی را میده، برای ازو تأکیدم میکنه، ای پیامبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. تو در مسیر پروردگار خود وقتی که صحبت میکنی، وقتی که دعوت میکنی، متوجه باش نیک صحبت کنی. و در جای دیگه میگه وقول للناس حسنا، ای پیغمبر از بست که تو انسان شایستی، ما به تو هم امر میکنیم که با مردم نیک صحبت کو، با مردم زیبا صحبت کو. پس الله هم میایه بسیار زیبا حبیب خود را معرفی میکنه. و یا در جای دیگه محمد رسول الله، در هر جای کلمه محمد میایه رسول خدا، رسول خدا، یعنی فرستاده پروردگار. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. تمام ای آیات در وصف جایگاه و جهات مختلف پیغمبر و اخلاق زندگی پیامبر گرامی اسلام. دقیقاً همون قسمی که در ابتدا اشاره کردین، در دقایق کوتاه، در دقایق محدود نمیتونیم که ما بیایم شخصیت این بزرگوار، شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را خلاصه بکنیم. آنقدر خوبی ها در وصف ایشان هست که زبان ما قاصر است از گفتن از اون. جناب استاد، ما میگیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معلم و شریعت بود. آیا تنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک معلم بود یا یک رهبر خوب هم بود؟ فراموش نکنین هر آن وصف و صفتی که شما خواسته باشین به یک انسانی در روی زمین بدهید، اول او اوصاف مبنایی از او پیامبر ماست. اول او زیبایی ها اساس او را پیامبر ما گذاشته. فراموش نکنین که پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و سلم در کنار اینکه خودشان میفرمایند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اینکه خوبی های اخلاق را تکمیل بکنم، به عنوان یک معلم، به عنوان یک راهنما و رهبر. دقیقا پیغمبر رهبر سیاسی هم برای امت خود بود، رهبر فرهنگی هم برای امت خود بود، رهبر اجتماعی هم برای امت خود بود. امروز شما در دنیا یک انسانی رو میبینین متخصص طبابته، انسانی رو میبینین متخصص فرهنگ و ادبیات و زبانه، انسانی رو میبینین متخصص جغرافیایه، انسانی رو میبینین متخصص علوم اسلامیه. اما پیامبر متخصص همه علوم بود. چرا؟ به خاطر که تمام علوم رب او در قلب او جای داده بود. همینه که در همه حوزه ها پیامبر به عنوان یک نظریه پردازه، به عنوان یک استاد قویه، به عنوان یک شخصیتی که در همه عرصه ها نظریات او در مفید و مؤثره. پیامبر در کنار ای که رهبری معنوی انسان ها را داشتن، رهبری مادی را هم داشتن. نظریاتشان در قسمت اقتصاد هم بوده، نظریاتشان در قسمت سیاست هم بوده، ارتباطات و معادلات هم بوده، نظریاتشان در مسائل مربوط به جغرافیا و مربوط به تاریخ و مربوط به اجتماع و مردم و دگرپذیری و دوری از تعصبات و خیلی از مسائل دیگر هم پیامبر با عنوان یک راهنمای زیبایی بودن برای همه انسانیت. تنها وجود پیامبر
فکر و عقیده و اندیشه پیامبر را نمی توانیم منحصر بکنیم به یک حجره، به یک اتاق، به یک مکه، تنها در مکه مکرمه، تنها در سعودی، بلکه پیامبر راهنمای برای کل بشریت، راهنمای برای تمامی انسانیت. شما پیامبران قبل از پیامبر ما را ببینین، همه برای قوم خود مبعوث می شدن، همه برای قوم خود مبعوث می شدن که فقط قوم خود را راهنمایی و رهبری بکنن تا اینکه از انحراف برگردن و یا به مسیر انحراف نروند، اصلاح شوند، راهنمایی برای از اونا ایجاد شود. ولی وقتی که پیامبر ما مبعوث می شوند، دیگه برای قوم نیست، مرز قوم و جغرافیا و زبان و منطقه و سرزمین همه و همه شکسته می شه و فقط پیامبر پیامبر بشریته، پیامبر پیامبر رحمته. امروز در کشورهای اروپایی و آمریکایی روزانه شما در مساجد جامع شاهدین که 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر با پشت مایک می آیند میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و دقیقا آخرین آمارهایی که ما داریم در جریان 3-4 سال و 5 سال اخیر، بیشترین رشد در بین ادیان در دنیا اسلام داشته، بیشترین کسانی که بین ادیان وارد ادیان شدن و دین از بین ادیان دین را پذیرفتن اسلام را بیشتر. چرا؟ چون این دین دین عقله، این دین دین منطقه، این دین دین خشک نیست. در این دین همه چیزا در این هست، هم طبابت، هم جغرافیای، هم تاریخ، هم فرهنگ، هم اجتماع، هم حقوق، هم واجبات، هم سیاست، هم زراعت، همه مسائل ما می توانیم یا صریح و یا زمینی و یا از احادیث پیغمبر و یا از کلام مجید الهی در واقع به دست بیارین. پس کلامی که، قانون اساسی که، پیامبری که در دنیا هم برای پیروان خود برنامه داشت، در آخرت هم برنامه داشت، برای زنده ها هم برنامه داشت، در آخرت هم برنامه داشت، دینی که در واقع برای خرج و خوراک، برای خوابیدن، برای اولاد داشتن، برای ازدواج، برای حقوق، برای تمام مسائل برنامه داشت، مفهوم چیه؟ مفهوم اینه که این دین دین شمولیته، این دین دین قویه، این دین دین بسیار مؤثریه که همه ما میتوانیم در ذیل این دین و در ادامه این دین و در بطن این دین میتوانیم بهترین قانون را، بهترین زندگی را، بهترین اخلاق را، بهترین رفتار را داشته باشیم. همه اینها برمیگرده به چی؟ به این که مبنای این خوبی ها و زیبایی ها یک نفر است، یک انسان است به نام محمد عربی صلی الله علیه و سلم. بنابراین با تمام این جوانبی که صحبت کردیم، نمیتوانیم بگوییم که پیامبر ما فقط در یک حوزه خاص و مخصوص آمدن راهنما شدن و انسانیت رهبری کردن. نخیر، در تمام امور دنیوی و معنوی انسانیت و بشریت پیامبر یا از زبان قرآن یا از زبان خودشان که آن هم الهام بخش قرآن بود برنامه داشتن، راهنمایی دارن، حرف دارن و ارشاد دارن. که این برمیگرده به این که پیامبری با این بزرگی کمتر توان و زبانی توان ایره داره که ابعاد شخصیتی ای پیامبر صحبت. دقیقا جناب استاد، اون قسمی که بیان شد و اون قسمی که ثابت شده هست بر تمام جهانیان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگترین الگوی زندگی در تمام ابعاد برای ما هست. ما چه پیام من حیث یک مسلمان، من حیث یک امتشان، من حیث رهروان دینشان، چی پیامی از رفتارشان، از زندگیشان، از برخوردشان میتونیم بگیریم و در زندگی خود استفاده کنیم؟ یاد شما باشه که پیامبر گرامی ما امروز در بین ما نیستن و من و شما ندیدیم، فقط تاریخ، احادیث، آیات، روایات، نسلهای گذشته و غیری از مسائل دیگر برای ما ثابت کرده که پیامبری با این عظمت آمده، تولد شده، مبعوث شده و بعد از او رحلت کردن. گپ ما اینه که اگر مفکوره و اندیشه ای ما این باشه که در سال یک روز به یاد ما بیای پیامبر ما و در آن روز مقداری قلور و برنج و فلان و فلانر آماده بکنیم و برای فقرا و غیر فقرا تقسیم بکنیم، ما سخت به خطا رفتیم. نه تنها این عمل ما به خیر ما و به خیر دین ما و به خیر پیغمبر ما نیست، بلکه ما به نحو خورد کردیم پیغمبر خود. اولا که چیزی به نام میلاد ما باید در یک روز خلاصه نکنیم و نداشته باشیم،
چون اصلا جشن گرفتن روز میلاد نه صحابه گرفته نه ائمه گرفته هیچ کسی نگرفته. چرا؟ بخاطر اگر بر یک روز بیاریم، گفتم که 360 روز کمتر و بیشتر دیگه فراموش میشه. تمام عمر ما از پیغمبر باید تجلیل بکنیم. تجلیل پیغمبر لازم نیست ما صدقه کنیم، تجلیل پیغمبر لازم نیست که ما خیرات کنیم. نه خیر، تجلیل پیغمبر پیروی از پیغمبر خیلی آسان. اینکه ما دروغ نگفتیم طبیعتا از پیغمبر خود تجلیل کرد. اینکه ما انسان خوب و شایسته ای بودیم، کسی از دست و زبان ما اذیت نشد و آزار ندید، ما از پیغمبر خود تجلیل کردیم، از میلاد پیغمبر خود تجلیل کردیم. اینکه به خدمت فقرا و مساکین بودیم، از پیغمبر خود تجلیل کردیم. اینکه اولاد صالحی را زحمت کشیدیم و مربی شدیم و تربیت کردیم، ما از پیغمبر خود تجلیل کردیم. اینکه رفتار ما و اخلاق ما با خانم ها خیلی خوب بود، ما با از پیغمبر خود تجلیل کردیم. گاهی اوقات میشنویم برادران ما، دوستان ما، عزیزان ما پیرو پیغمبرن، رفتارشان با اهل و عیالشان خیلی خوب نیست. متاسفانه نه خیر، اونجایی که ما پیرو خوبی برای پیغمبر نبودیم. خیرکم خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلهی، پیغمبر میفرمایند بهترین شما کسیه که با اهل خود، اهل یعنی کی؟ یعنی خانواده. خانواده کی؟ خانم، مادر، دختر، اولاد، خواهر. ما رفتار ما گاهی اوقات خصوصا با طبقه خانم ها رفتار خوبی نیست، در این حالی که خانم جزی از اهل و خانواده ماست و وسیله آرامشه. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، این خانم را الله خلق کرده تا اینکه چی؟ تا اینکه وسیله آرامش برای مردها باشه. ولی رفتار ما، رفتار اینکه رفتار خوبی با خانم ها نداشتیم، با اولاد نداشتیم، با همسایه نداشتیم، با دوستان نداشتیم، دقیقا ما تجلیل نکردیم از پیغمبر، میلاد پیغمبر رو ما تجلیل نکردیم. پس اگر میخواهیم به معنای واقعی تمام عمر ما از پیغمبر تجلیل کنیم، میلاد زیبایی داشته باشیم، پیغمبر روح روانی و از ما شاد باشه و ما آرامش قلبی و بطنی نسبت به دین و عقیده و اندیشه پیغمبر خود داشته باشیم، ما با پیغمبر خود راست باشیم. راست بودن با پیغمبر یعنی چی؟ یعنی اینکه آنچه میگه عمل بکنیم. عمل به پیغمبر خیلی ساده، مثلا نه بیلی مایه، نه کلنگی مایه، نه مصرفی داره، هیچ چیز. فقط همین که دروغ نگفتیم، تکرار کردم، همین که دروغ نگفتیم خیلی راحت، همین که غیبت برادر مسلمان رو نکردیم، همین که علیه یک برادری حرفی رو نگفتیم، همین که به مال برادر، به جان برادر، به روح روانی و به حقی و تجاوز نکردیم، خیلی راحت همین پیروی از پیغمبر. نیازی نیه که ما 24 ساعت داخل مسجد خود وقف بکنیم، تکرم روی سر خود بیاندازیم پتوره، خلاص که ما با... نه اصلا چنین چیزی نیاز نیست و ضرور نیست و اجازه هم نیست. فقط و فقط می توانیم انسان خیلی خوبی باشیم و از پیغمبر خود با رفتارهای زیبا، نیک، شایسته، خدمت کردن به خلق و به پیروان پیغمبر، بهترین تجلیل از پیغمبر. سپاسگزاریم از حضور شما جناب دکتر عبدالظاهر فقیری از اینکه در برنامه اسرایوا با ما همراه بودین و درباره میلاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از شخصیت بزرگوارشان، از رفتارشان و از پیام‌هایی که ما باید و از درس‌هایی که ما باید از زندگیشان بگیریم صحبت کردن. یک جان سپاس. سلام. و ممنون و سپاسگزارم از همه شما خوبان و عزیزانی که تا لحظات اخیر برنامه امروز همچنان در کنار ما بودین. ناگزیریم که از حضور شما مرخص بشیم تا برنامه بعد. الله حافظ و نگهدار شما.